چی میکنی؟ این کارا چیه میکنی؟ آبروی ما رو بردی؟ عمدن میکنه. آخه مگه گفته از اول نمیخوام این بازیارم در برده. یعنی چه آقا جان؟ تو صورت آخه ما جنش اسمون رو آبرو داریم آخه جلو مردم یعنی زشته عزیزه من دو خیار برمیداری گاز میزنی دندر نمیکنی چرت میزنی کم مونده خورخور بکنی داروهای جدیدش بشنیم آقا جان چرا دیر کردی همه خانم؟ بفرمایید. خانم مبارک خوبه؟ میبخشید. عمه خانم چون گوششون سنگینه یه کمی بلندتر صحبت کنید. صحیح. داماد کدومن؟ ایشونن؟ والا از شما چه پنهون مام برای خودمون البته دامادیم ولی امروز ایشون دامادن خوش اومدین خیلی خوش اومدین معطل شدین عیبی نداره در کار خیر هر چه قدم که معطل بشین خوبه اختیار دارین عمه خانم اگه شما تا فردا هم نمی آمدی ما هیچ حرفی نمی زدیم خوبه پدر داماد ایشونه؟ نه خیر ایشون پدرشون فوت شدن میبخشید یک کمی بلندتر عرض کردم خدمتتون بله پدرشون فوت شدن تسلیت میگم خیلی وقت پیش چند وقته؟ چند وقته؟ 23 سال مادر دهنت بگی اون بر والا رضا 2 سالش بود که پدرش فوت کرد خدا رحمتشون کنه حالا شغل شما چیه؟ والا کار و بار ما بد نیست بله؟ عرض کردم کار و بار ما بد نیست یه نون و بوغلموی میرسه خدا رو شکر ولی ایشون دانشجوان درس میخونن کار و کاذبی یخ عمه خانوم ایشون آقا داماد هستن ایشونم مادر آقا داماد هستن حالا که گفته جوان زن بگیری مثل این که اشتباه کردن دوباره متوجه نشدن چرا متوجه شدن والا کسی به من چی فرمودی؟ کسی به من نگفته خودم اقدام کردم اینم تنها کاریه که خیلی خوب بلدم البته یاد دادن به من الان حدوداً 14 سال آزگار که بنده به شغل شریف زنداری مشغولم وا پس برای چی اومدین زن بگیرین؟ هیچ معلوم از چیتون شده؟ ایشون که زن داره نه عمه خانم آقای نبی پور هنوز مجردن منو میگم خب حالا تنهایی عیب نداره والا عمه خانم من رضا رو روی تخم چشام بزرگ کردم خدا میدونه چقدر براش زحمت کشیدم پسر سر به راه و نجیبیه من اگه خودم یه دختر داشتم دلم میخواست یه پسری مثل رضا میومد خواستگاریش
به شما نمیاد پسر بی این بزرگی داشته باشین. خب اون دیگه شما لطف دارین به من. چند سالتونه؟ بندر میفرمید یا داماد؟ الان 25 سال. نه 40 سال دارین؟ ندارین؟ استدعا میکنم برای اینکه اساءه ادبی به ساحت سرکار خانم نشه، اگه مطلبی از خود جناب عالی بفرمایید، برای اینکه میترسم متوجه عرایض جمع نشن، خدای نکرده سوء تعبیر پیش بیاد این وسط. شما درست میفرمایین آقای فردوس، ولی چون همشیره بنده بزرگ فامیل هستن، ما اجازه نداریم بدون مشورت ایشون آب بخوریم. بسیار. یخه مسئله این گوش ایشون و سنشون اینا، من میترسم اشکالی پیش بیاد توی صحبتها و توی تعبیرها و... بله؟ چی گفتی؟ شما عرض بنده رو متوجه شدید؟ یعنی چیزی چی مطلبی نبود، داشتم با ایشون یه مطالبی صحبت میکردم. بله. ناراحت نشین، بفهمین شیرینی و میوه‌تون میل کنید. بله چشم، البته ما تا دهن شیرین میکنیم، اجازه میفرمایید این دختر و پسر برن یه جایی بشینن با هم صحبت بکنن، حرفی سخنی سوالی اگر هست با هم در میون بگذارن. بله میخوام برن با هم چی بگن؟ ها؟ شما عرض بندر شنیدید؟ این خب گفتم که برن با هم صحبت بکنن، اگه حرفی سخنی اساسا ببینن به هم میخورن یا نه. دوباره چی گفتی؟ بلندتر تا بشنوم. ببینن به هم میخورن یا نه. خودشون چطوری میفهمن به هم میخورن؟ خونا سلامتی عقل و شعور دارن. بله؟ عرض کردم ناسلامتی عقل و شعور دارن. نه ببینم آقا، این خواهر شما واقعا گوشش میشنوه یا نمیشنوه؟ یا هر وقت صلاح هست میشنوه، هر وقت صلاح نیست نمیشنوه؟ بله. هیچی، مطلبی نبود، یه عرایزی داشتم با ایشون داشتم صحبت میکردم. حالا بلدی زن نگه داری؟ اتفاقا این سوال خیلی مهمیه. بازم که اشتباه میکنه. والا همه خانم، این تنها کاریه که من تو زندگی خیلی خوب بلدم. پس بلدی. قدیما میگفتن لباس آریه‌ای آدم رو گرم نمیکنه، غذای همسایه آدم رو سیر. بله. اون وقتا زن و مرد با هم دیگه زندگی میکردن، بعد با هم عادت میکردن، هر دو تاشونم نیم من بودن. درست میگم؟ کاملا. یک دفعه میدیدن ای داد بیداد، عاشق هم شدن، قدر هم دیگرم میدونستن. الان برعکسه، زوری زوری هم شده عاشق میشن، ولی بعد هی هر دوتاشونم سنگ یه منن، هی از همدیگه ایراد میگیرن، نمیدونن برای چی عاشق هم شدن و برای چی با همدیگه زندگی میکنن. سرکار خانم، فرمایشات شما همه متین، ولی ایشون این تجربه ها رو از سر گذروندن. داماد اون جوون رعناست. بله؟ داماد اون جوون رعناست. اینا الان محتاج پند و اندرزن، اونها. توجه فرمودید؟ بله درست میفرمایید. اسم شریف شما چی بود؟ بنده فردوس. عمه خانوم، این سید اولاد پیغمبر صابخونه ماست، بزرگتری کردن، همراه ما تشریف آوردن. صدا میکنم، متشکرم از الطافتون. به قربون جدتون بشم الهی.
تا شما بزرگتر هستی آدم خیالش راحت. متشکرم. سلامت باشید انشاءالله. سایه شما رو از سر ما کم نکنه، از سر همه خانواده و فامیل کم نکنه انشاءالله. داشتم چی میگفتم؟ ها، حالا بلدی با دختر حرف بزنی؟ دست و پات گم نمی کنی؟ هر حرفی داری الان بزن، فردا بگی نمیدونستم با ملاقه میفتم به جونت. حالیت شد؟ یادت باشه اینا رو توی جمع بهت گفتم. شما یه چیزی فرمودین؟ نه، فرمایشات شما کاملا متینه. بندم همین عرض کردم که دختر و پسر همدیگر رو ببینن، ببینن که اساسا از هم خوششون میاد یا نه. بهتر الان خوششون نیاد بهتره تا بعد. بله کاملا، میگه جنگ اول به از صلح آخر. بله، بالاخره میفهمن که با هم تفاهم دارن یا نه. با یه جلسه میفهمن؟ با یک جلسه؟ خب نه البته، ولی خب بالاخره یه حقایقی این میون روشن میشه، نمیشه همه خونم؟ همه شون دروغ میگن. جلسه اول هرچی دروغ و درنگه به هم میگن، میخوان سر هم دیگه شیره بمالن. تا حالا دیدی یکی راست بگه؟ بازی در میارن، بازی بازی بازی. نه عمه خانم، حتما اینطوری نیست، با هم رو دربایسی دارن. اسم دروغ میذارن رو دربایسی. گوشت با منه؟ بله بله. اول زندگیته، میخوام خوب چشم و گوشت واب بکنی. فردا نه کسی به من نگفته. زن گرفتن آسونه ولی نگهداریش مشکله. ما زنا خوب خودمونه میشناس، عقل جنم به ما نمیرسه. هزار تا بمبول داریم، به شیر به اون گندهی پنجه میکشیم، از موش به اون کچولوی میترسیم. حالیت هست؟ بله من که حالیمه، شما به ایشون بگین اینا رو. منو میگم. پاشو عروس نایمد، پاشو پاشو تو رو ببرم پلو عروس، پاشو. ببخشید دارن اشتباه میبرن، شما اقلا براشون توضیح بدین. شما نگران نباشی. من همه خانوم. ولی آخه من که من دوماد رو حرف من حرف نزن، میخوام ببینم جوهر زن گرفتن داری یا نه. میخوانم ما سرتاپا جوهریم ولی آخه بریم با هم دیگه بشینین، ببینین هم دیگه رو، ببینین هم دیگه رو دوست دارین. شما از یک گروه خانواده هستین، اونا از یک گروه، بشینین با هم دیگه حرف بزنین، ببینین اخلاق هم دیگه رو میپسندین. اگه فردا خدای نکرده عیب و ایرادی باشه تو هم صاحب یک بچه بشی، اون بچه چطور میتونی از خودت جدا کنی؟ پاشو پاشو بریم. بله بله شش. خبره دیگه، حالا عمه خانم میفرمایند دیگه چاره ای نیست دیگه، ایشون ما رو به دومادی قبول دارن، فداکاری رو برای همچین روزایی گذاشتن دیگه، با کسب اجازه از بزرگترهای فامیل و علل خصوص ستاره خانم. بله داشتم اجازه میگرفتم که بیام. بفرمایید. شما بفرمایید. بله فعلا که جیگر شیر و ایشون دارن که در برابر عیال و اینا. بله دیگه، البته شما نگران نباشین، من از جانب شما صحبت میکنم، حرفایی رو که باید شما بزنید میزنم. بفرمایید. تا شما باشی که آدم خوش تیپ همراهت نگیری. با اجازه ببخشید. جدی جدی برد آقای صالحی رو. چی نمیگی؟ خدا هم بهش بده. مال باش آدم رو بودی پاس کنی. این خواهر سرکار حسابی اهل مزاح. عمه خانوم من گفته باشم من دوماد نیستم. آ چرا داد میزنی؟ پس چیکار کنم عمه خانوم؟ من که کم میزنم.
پس ما سر کار بودی؟ من این حرفا رو زدم که ببینم این آقا چند مرده حلاجه، آیا میتونه زن بگیره؟ آیا میتونه دختر رو خوشبخت کنه یا نه؟ اینا رو گفتم که در به در گفتم که دیوار بشنفه. بعد دیدم که نه بابا غیرت مره تیوخ همشم داشت خیار میخورد. ولی همه خانم من ضمانتشو میکنم پسر خیلی خوبیه، چون شما رو میشناسم مرد شریفی هستی، ضمانتشو میکنی چشم. ایشون عروس خانم توی حیات نشسته، ایشونو ببر پیش عروس خانم، شاید هم دیگر پسند کردن و خوشبخت بشن انشالله. برم مسجد نمازم بخونم که دیر شده. خدا شما دیگه کی هستین همه خانم؟ بگو همینجا بگو صحبت کنم. چکار داری؟ چون امید بیخیال شد من چی بیام بگی؟ من روم نمیشه کار من خودم بدونی امید حرفاتو به قشنگ بزنی چی بگم؟ هر نظری دارین بدین بابا من روم نمیشه چی چی بخواد زبونم یه جوش میشه من اونجا بشیم بابا بردی باز دو باره دیدی سلام سلام علیکم حالی شما خوبه؟ آقا امید اذیت میکنه اصرار شدید بفرم شما بفرم من هم هستم خدمت بفرم بشیم بشیم خب بفهم شما خوبی که دیگه یک دیگه خودت هم نمیبینی چی من جا هستم من اینجا در خدمتتون هستم آقا امید من اینجا امید جان با عزت فعلا ببخشید دست من یه دفعه نترسید بسته است مطمئن باشم بستینش؟ بله چون من یه خود با سگ مشکل دارم، در واقع اون با من مشکل داره همیشه، دو سه بار پاچم رو گرفته خود. خب خب که خب انصاف اصلا تو انصاف داری؟ من بی‌انصافم؟ من هر کاری بکنم تو با من میگی بی‌انصاف دیگه، چیکار کنم؟ اصلا من و تو به درد هم نمیخوریم. به نظر شما من به دردتون میخورم؟ بله. نه. نه؟ نه که نه، یعنی در واقع پس اومدید اینجا چیکار؟ من دقیقا مامانم خیلی اصرار کرد که گیر سپیچی داد که باید حتما بیایم خدمت شما مثلا همین یه دفعه. پس با اجازه. کجا؟ کجا میخوای بری؟ من تو مگه غیر از همدیگه کسی رم داریم؟ آدم سر کس خودش داد میزنه؟ من داد زدم؟ نه خیر، پس من داد زدم. مرزی تو داد نزدی؟ حالا خب بیا بشین اینجا دیگه، اونجا چرا وایسادی؟ منت کش به نظر شما ما اصلا نقطه مشترکی داریم؟ نقطه مشترک؟ خب حالا پیدا میکنیم. البته مگه همه از همون اول از نقطه یا یه نقطه شروع کردن؟ نقطه مشترک؟ کدام نقطه مشترک؟ اون اوایل شاید یه نقاط مشترکی داشتیم، ولی الان که داریم همینجوری از هم دور میشیم. نه ببین مرضیه، ما داریم روز به روز پخته تر میشیم. من قبول دارم که مرد ایدئال نیستم، ولی خود تو هم قبول کن زن ایدئال نیستی دیگه. به نظر شما مشخصات یک زن ایدئال چیه؟ فهمیدید زن ایدئال؟ بله زن ایدئال خب باید ایدئال باشه دیگه، نه همه لحاظ ایدئال باشه، در واقع رفیق آدم باشه، همراه آدم باشه، کمکش کنه، تنها نذاره شوهرشو و هوای در واقع شوهرشو داشته باشه، کامل کنه به نوعی شوهرشو. آدمو کامل کنه یعنی چی؟ یعنی که
همه جوره همراهش باشه دیگه، تو سختی ها، تو درد ها، تو ناراحتی ها. شوهرش زیاد فشار بهش نیاد زیر بار مسئولیت و خرج و اینا بیفته و اینا، خودش نیاد خرج تقبل کنه در واقع، یعنی پول زیاد نخواد، یعنی بخواد نه که نخواد، یه خود کم بخواد، زیاد نخواد همش. بعد کمک مالی باشه حتی به شوهرش، یعنی شوهرش احساس کنه که یک تکیه‌گاه داره در واقع، دروغ نگه، مچگیری نکنه مثلا، بعد اعتماد داشته باشه دیگه در واقع، و به نوعی یک آرامشی رو تو زندگی به وجود بیاره در واقع، همون آرامش. آرامش آرامش، من نباید تو این خونه آرامش داشته باشم؟ چرا؟ ولی وقتی تو آرامش من سلب میکنی خیلی طبیعیه که آرامش خودت هم سلب میشه دیگه. سلب میشه، سلب میشه. تو روز اول از این حرفا بلدم بودی بزنی، چی شده؟ اتفاقا بنده از اولش هم همینجوری حرف میزدم، زن وظیفش ایجاد آرامشه. اون وقت وظیفه مرد چیه؟ مرد خب مرد باید مرد باشه دیگه. وظیفه مرد چیه؟ بالاخره یه سری وظایف داره مرد، یعنی در واقع اداره زندگی با مرد، اختیار زندگی با مرد کامل، مرده که تصمیم میگیره چی کار باید بکنه چی کار نکنه زن، مرده که تصمیم میگیره که زن کی بره کی بیاد، مرده که بالاخره همش دست مرده. متوجه نمیشه. منظورم اینه که بالاخره یه نفر توی زندگی باید مسئولیت کامل به عهده بگیره، اونم مرده. یعنی زن مسئول نیست؟ نه نه که مسئول نیست، بالاخره اونم مسئول در قبال خودش، در قبال نه یعنی مسئول به نوعی مسئول میتونه باشه، ولی در اصل میشه گفت مرد مرد، زن زنه. من دوست دارم یه مرد محکم رو حرفش وایسه، محکم. محکم؟ ببخشیده ما یه لنگ پا رو حرفمون وای میستیم، شما بهت بر میخوره. نه خیر، شما رو حرفت ورجه ورجه میکنی. من میگم تو باید همیشه حرفت یه جور باشه، محکم. مرد باید اقتدار داشته باشه. چی اقتدار داشته باشه؟ شما اولا از این حرفا رو بلد نبودی؟ علی من دارم جدی حرف میزنم. خب جدی پس مطمئنی حرفتو پس نمیگیری دیگه. شما قصه خاله سوسکر رو شنیدین؟ بله. قصه خاله سوسکر رو شنیدین؟ خاله سوسکر چرا؟ بله شنیدم. چطور میگه؟ شاید موزیک به نظر بیاد، ولی میخوام بدونم اگه یه وقتی خدایی نکرده شما از دست زنتون عصبانی بشید مثل قصه خاله سوسکه، اون با چی میزنی؟ عجب سوالی میفهمه جم. مردونگی اینه که تو رو من دست بلند کنی ها؟ من کی روی تو دست بلند کردم؟ ای یادت رفت دستتو اینجوری آوردی بالا؟ خود نزدم که. نه پس میخواستی بزنی؟ نه میدونید من شونم خارش میکرد، میخواستم بخارونم. کی جرات داره روی شما دست بلند کنه خانم؟ حدش وقتی اصلا زن نباید کلن کاری بکنه که مرد عصبانی بشه در واقع. فرض کنیم که عصبانی هم شدی. نمیدونم راستشو بگی. راستش من نمیزنم، ولی هر چی دم دستم باشه تو خونه میشکونم همه رو. خب چه فرق با زدن داره؟ فرق نداره، زدن شکستن فرق نداره. آخه ما چی داریم که من بزنم بشکنم؟ بذار پول دار باشیم چشم. اون وقت منم همین کارو میکنم. چی کار میکنی؟ هیچ، منم وقتی عصبانی شدم جای قرقر زدن میذارم یه چیزو میشکنم. خوبه؟ ها یعنی شما منظورتونه که مرد کلان یا باید دانشمند باشه یا پولدار باشه، همون بحث علم و ثروت و انشای مدرسه و... شما نظرتون غیر اینه؟ نه خب من نظرم خب آره، من دوست دارم که در واقع هر دوتاش با هم باشه. میشه هر دوش با هم نباشه، ولی با هم نمیشه. میشه؟ ببخشید من متوجه نشدم باشه یعنی چی؟ گفتم میشه هر دوش با هم نباشه،
ولی با هم نمیشه. میشه؟ نباشه. آها، یعنی دوتاش با هم نباشه؟ چرا نمیشه؟ پولدار دانشمند شما نشنیدین؟ دانشمند پولدار نشنیدین؟ نهیدین تا حالا؟ من که تا حالا دانشمند پولدار ندیدم. منم ندیدم. عالم ثروتش علمشه، پول دارم علمشون ثروتشونه، علمو میخرن هر قدر که بخواد. حالا ما که نه در واقع نه پولشو داریم که علم رو بخریم، نه علمشو داریم که بتونیم پوله رو پیدا کنیم. البته در واقع خودم دوست دارم که هم عالم باشم هم ثروتمند باشم، دو تاشو داشته باشم. از کردم خدمتتون، ولی دانشمند عالمی اگه بخوام باشم دوست دارم از اون مثل چجوری از کنم، عالم دانشمند، یعنی عالم ثروتمند بیشتر دوست دارم باشم. بالاخره کدومش؟ همون دانشمند عالم ثروتمند. آدم وقتی پول دار میشه دیگه وقت نداره دعوا بگیره که. اتفاقا آدم موقع کلی بهانه برای دعوا پیدا میکنه. نه، همش میره خرید، مسافرت، تفریح، دیگه حوصله سر نمیره باشه راج دعوا بگیره. تو پولدار بشو، من قول میدم زن خوش اخلاقی بشم. نه دیگه، خوش اخلاق پولکی به درد من نمیخوره. ببینید حرف من یه جمله است، من دوست دارم شوهرم تحت هیچ شرایطی دروغ نگه. شما میتونی؟ بله بله. مطمئن؟ نه. میدونم خیلی سخته، ولی آدم باید همیشه راستشو بگه. خب من اتفاقا میخوام راستشو بگم، ولی دروغ یعنی نمیگم. من هیچ وقت من راستشو میگم، نه که راستشو بگم، دوست دارم راستشو دروغکی راستشو بگم. راستش. پس یعنی دروغ میگید؟ نه دروغ نمیگم، نمیتونم راستشو بگم. راستشو نمیگم. تو مگه قول ندادی دیگه به من دروغ نگی؟ من کی به تو دروغ گفتم؟ راستشو نگفتی، اینم خودش یه جور دروغه دیگه. من دلخور شدم دیگه. خب حالا شما راستشو بگین. در مورد چی؟ در مورد زندگی. که چی میخواین واقعا از زندگی؟ برنامه، نظم، همه چیز سر جای خودش باشه. همین. راحت. خوب مطمئن؟ کم کم، حالا به تدریج. اگه من بگم دوست ندارم با مادر شما زیر یه سقف زندگی کنم، شما چی میگی؟ شما که هیچوقتی نرفو نمیزنی؟ فرض کنیم گفتم. خب اگه بگین که دوباره من یه چیزی میشکونم، یعنی نه اینکه بشه، شوخی میکنم، یه راهی پیدا میکنیم بالاخره. حیف نیست به خاطر من میخواید از مادرتون بگذرید؟ خب پس میگین چیکار کنم؟ با مادرتون زندگی کنیم. شما چیکار میکنیم؟ من مشکلی ندارم، خدای منم بزرگه، ولی مادر شما واجب تره. راست نمیگم؟ راست نمیگیم. راست که حالا امشب ما اینقدر راست گفتیم، یه جورایی احساس میکنم آدم سرش بی کلاه میمونه. زیادم راست بگیم. بهتر آدم سرش بی کلاه بمونه تا خودشو زیر کلاه دروغ قایم کنه. من اگه امروز حرفامو بزنم خیلی بهتره تا چند روز دیگه قهر کنم و برگردم. نتیجه؟ هیچی. خب من یه جورایی احساس میکنم که به نوعی خب شما رو انتخاب کردم. یعنی ولی من مطمئن نیستم شما رو انتخاب کرده باشم. خب البته منم مطمئن نیستم، یعنی گفتم که شاید پیش خودم تصور کردم. حالا تو من زن خودت نگه میداری علی؟ این چه حرفیه مرزیه؟ من که غیر از تو کسی رو ندارم. سنم هم دیگه داد نمیزنی؟ نه. دستتو که دیگه روم بلند نمی کنی؟ تو رو خدا مرزیه دوباره شروع نکن، من حوصله ندارم.
حالا این سکوت یعنی چی مثلا؟ ها؟ با تو هم؟ خوبه والا، خیلی جالبه، همه چیز زده خراب کرده، حالا هم طلبکارانه اینجا بخ کرده نشسته. خب عزیز من، تو مجبور بودی هر چی تو دلت بود بریزی بیرون؟ من نمیگم تو دروغ بگو، ولی چی میتونستی سکوت بکنی؟ همینطور حرف زدی 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 مردم رو دل سرد کردی؟ عجب بچه ایه. حالا من گفتم چی به هم گفتن؟ دختر به این خوبی، مقبولی، خوشگلی، حتما تو دیگه خوشت میاد، راضی هستی، رفتی همه چی رو زدی خراب کردی؟ مثل که دارم با تو حرف میزنم ها؟ عجیبه بچه، میامدی بیرون یه کاری میکردی، قضیه رو فیصله میدادی، میامدی بیرون چهار تا بزرگتر بتونن دخالت کنن، سرتای قضیه رو به هم بیارن، جورش کنن، درستش کنن. دروغ میگم؟ بیا من هم مثل خودت دیوونه کردی که با در و دیوار حرف بزنم. نمیفهمم والا، زد همه چی رو خراب کرد، هی گفته هی هرچی خواسته، نمیدونم ایشون از ته دل صادقانه حرف زده، لازم نبود بچه، خانواده به این خوبی؟ تا من باشم اصلا غلط کردم، باش پامو قلم میکنم، دفعه دیگه پامو اصلا همراهی تو نمیذارم بیام خواستگاری، هر غلطی دلت خواست برو بکن. چی شد؟ چی شد؟ خب دیگه ادای منم در میاری. الهی قربونت برم که دلت بر مادرت شور میزنه. عیبی نداره عزیزم، جواب رد دادن که داد، این همه دختر خوب یکی دیگه، بازم میرم برات خواستگاری. لازم نکرده، خواهشن دفعه آخر داشت از این برنامه خواستگاری واسه من جور میکنی، تش اینجوری بشه آبروی من بره. زمینم فردا پنجشنبه است، تا ظهر وقت داری سر ذاتون برزی به حساب دانشگاه. بله. ولی تقویم من پنجشنبه هاش پاک شده. میخرم برات یه تقویم، برات میخرم همش پنجشنبه باشه. ادای منو در بیاره پدر سلامتی. یک تقویم برات بخرم. بله بله، شما؟ بله بله بله، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ بله قربونه شما برم، اختیار دارید؟ بله بله، خواهش میکنم، اختیار. بله عمه خانم، عمه خانم. بله خواهش، هر وقت دوست داشتی تشریف بیاری ما در خدمتی خانم. بله بله خواهش میکنم، خدمت از ماست، هر وقت که شما میل داشتی. گوشی. الو سلام، سلام از بنده است، ببخش. بله بله الان بذار همین امشب بریم دیگه لباسامونم. بله چطور؟ درست خودشون گفتن؟ خب به سلامتی. بریم منم. بله منم گوش کنم. خب البته هر جوونی دلش میخواد مستقل باشه، حق دارن. بله منم موافقم. بله درست میفرم. خب حالا هر روزی که شما بگی، من هر روز بگین آمادگیشو دارم. قدمتون بر سر بر چشم. نه خیر، خیلی هم خوبه. بله منم موافقم. باش. بله نه خیر، عرضی ندارم. سلام برسونید، قربان لطفتون. عروس خانومم از طرف من ببوسی، قربونتون برم، خدا حافظ شما. وای خدایا شکرت، مبارکت مادر جون. چیه؟ چه دی؟ چه چون؟
من نیستم. بازم فیلم اومدی؟ دیگه نمیتونی منو رنگ کنی یا داره حالا از خوشحالی قند تو دلت آب میشه؟ آره میگم من نیستم. برای چی نیستی آخه؟ برای اینکه باز روز شد چی کار کنم؟ گفتم اون فارچه دو پیه سر بخرم و چقدر حالا من کار دارم. چی عزا گرفتی؟ به خدا اگه من بفهمم بچه، من فکر میکنم قبل از عروسی باید یه روان پزشک ببرم. ات زایم ازان کنسلش کن. بارا انگار دست اینه. از اون وقت حالا که حالا ناراحت بود چرا کنسل شده، حالا که درست شده دوباره ناراحته. من نمیفهمم به خدا، مگه دیگه دست توئه؟ مگه من میذارم تو اینو خراب کنی؟ دست خودمه، من میدونم باید چی کار کنم. پاشو که خیلی کار داریم. پاشو بچه. Thank you.